بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به خبر ساعت ده از تلویزیون تمدن در آغاز فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را حضور تمامی مسلمانان جهان و خصوص حضور شما بینندگان محترم تسلیت و تعذیت ارز می دارم و حالا مشروع خبرها با ادامه جنایات رژیم اسرائیل در غزه سخنگوی مقاومت یمن اعلام کرد مرحله جدید از عملیات خود جهت هدف قرار دادن همه کشتی های مرتبط با رژیم اسرائیل را آغاز کرده سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت این نیروها همه کشتی هایی که عازم سرزمین های اشغالی باشند را در دریای مدیترانه و در هر منطقه هدف قرار خواهند داد جنبش حوثی ها ما هاست که در حمایت از مقاومت فلسطین و غزه حملات مشکی و په پهپادی را علیه کشتی های مرتبط به رژیم اسرائیل در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج و عدن انجام داده. پس از تهدیدهای امریکا و رژیم اسرائیل دادستان دادگاه کیفری بینالمللی نسبت به ادامه این رفتارها هشدار داد دفتر دادستان دادگاه کیفری بینالمللی تأکید کرد چنین تهدیدهایی میتواند جنایت علیه این نهاد تلقی شود در روزهای اخیر سران رژیم اسرائیل مقامات ارشد کاخ سفید و سناتورهای آمریکایی به دادگاه کیفری بینالمللی نسبت به صدور حکم بازداشت برای جنایتکاران دخیل در نسل کشی مردم غزه هشدار داده بودند صدور احتمالی حکم بازداشت برخی سران ارشد رژیم اسرائیل توسط این دادگاه موجی از ترس و وحشت را در میان این رژیم برانگیخته است یک مقام ازبکستانی گفته که پروژه راه آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند تا پایان سال 2027 تکمیل خواهد شد. معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان این پروژه را یک مسیر مهم ترانزیتی تا اقیانوس هند برای این کشور خواند و گفت که با تکمیل این راه آهن زمان انتقال کالاهای تجاری به ازبکستان بین 3 تا 5 روز کوتاه می شود. این در حال است که هفته ای پیش مقامهای افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان نیز در نشستی در کابل در مورد گسترش روابط اقتصادی و توسعه خطاهن با هم بحث و گفتگو کردند. فدراسیون برمیللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفتند وضعیت بشری در افغانستان شدیدا در حال بدتر شدن است مقام های فدراسیون المللی صلیب سرخ با سحیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت در قطر نیز دیدار کرده و دو طرف گفتند که نیاز روز افزون به کمک های بشر و پروژه های توسعه اساسی وجود دارد از سوی هم صلیب سرخ گفته برای کمک رسانی به یک روش جدید ضرورت است در نتیجه یک رویداد ترافیکی در یک مراسم عروسی در ولسوالی رودات ننگرهار سه تن باخته و چهارده تن دیگر زخمی شدند این رویداد پس از چاشت روز جمعه زمان رخ داده که یک موتر حامل مهمانان عروسی از مسیر واژگون شده از به احتیاطی راننده دلیل وقوع این حادثه خوانده شده در سومین روز نمایشگاه ملی قرآن کریم جشن عبادت یک هزار نفر از دختران نوجوان برگزار گردید هدف از این مراسم اطلاع از وظایف دینی نوجوانان و انس بیشتر آنها با معارف اسلامی گفته شده قاریان ملی و با, با حضور در این مراسم گفتند معارف قرآنی در افغانستان رو بر رشد است و برای تقویت بیشتر آن هماهنگی ها بین قاریان جریان دارد جلسه تخصصی فنون تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان ملی و بین المللی در مجمع قرآنی بقیت الله در تکخانه عمومی چنداول برگزار شد. هیئت از قاریان جمهوری اسلامی ایران با حضور در این جلسه گفتند آماده ی همکاری با قاریان افغانستان در زمینه آموزش و ترویج علوم قرآنی هستند. شرکت کنندگان در این جلسه هم از حکومت و مسئولان نهادهای فرهنگی و قرآنی خواستند برای رشد قاریان زمینه برگزاری نشستهای تخصصی قرآنی را فراهم سازند با پایان بسته خبر این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما تا درود دیگر بدرود